خب دیگه به سلامتی اینم تهران رسیدیم. دست هم دیگر بگیرن، هوای هم دیگر داشته باشین، گم نشه. بالر هم کمک کن بیاد پایین. اسفندیار مراقب گروه هم باش. حواستون جمع جور باشه، گم گور نشین. اسفندیار برو به مادر کمک کن چمدون بگیر. کجا؟ چی؟ کمک؟ مگه من خودم چلاقم؟ نسیم شما برو دنبال کنره. بعد یه لقنون هم گیرم آزیادش میشه که شما به نون دزدی عادت کردین ها؟ بود کنون عادت سبیه حبه ده دفن با مهمون دولت نه حبه ده دفن بایش دفن بایش دفن بگو کنی شهرستانی مظلوم گیره باشی بذار کمکی دو کن مادر بردن به همین سادگی بذارم چمدونه رو ببره بکی خوب شد منتقلم کردم تهران بدر همش رو دار میارم چیکارش داری خاله داش شما که سر پست نیستی ولش کن چه کار به این کاره داری ببین حالت خوبه مادر آره مادر خوبم طوریم نی توپ به توپ بریم بریم بچه ها خدا اونم جای اصل کاری زنده باشی عباس سر گونو رب شونه سما بچوشه دورم دونی دونی خسته نباشی مادر سلامت باشی اینجا که بکن خونه ای تو مشهر خودمونه بهتر که مادر ها؟ ها؟ بعد مادر تو ما رو تو خیابونا چرخوندی و ساختمونا رو نشونمون دادید که اینجا به چشمی میخوره آره اینجا آسانسور نهره آسانسورم داشت خودم گفتم مخصوصا ورش دارن چون اینجا رابرا برقا میره یه وقت تو طبقات دیر نکنی میره نتو کلی گشتم تا یه جایی رو پیدا کنم که نزدیک محل خدمتم باشه بازه تو تهرون پیدا کردن یه آلونت کار حضرت فیله اسفندیار بله سرکار آزاد به پر اون لباس های منو بیار تو برای شام هیچی نداریم همش وقت لباسه حالا یه امشب هم شام توریستی میل کنن همه طوری نمیشه انشالله عاطفه رو تو همین خونه شوهرش میدید به یه تهرونی اصل نسبدار دکتری مهندسی چه میدونم عزیز دکتر مهندس که نمیه خواهر یه پاسمونو بگیرم تا وقت شوهر کردن عاطفه من شدم استوار تموم شیفم شد؟ ایفا مادر مگه میخوام دخترمو ترشی بندازم
اومدیم و درجه بهت ندادم. تکلیف چیه؟ اینو بردار. مادر اینجا تهرونه، میتونم خودم رو نشون بدم. یه چشمش توی راهن، دیدی که؟ انشالله عاطف خانومو که عروسش کردیم آقا اسفندیار هم باید بفرستیم دانشکده افسری. ماموریت ما تا نمیشه منو بفرستیم دانشگاه؟ پولش چی؟ راست میگی آقا جون، اونو بفرست دانشگاه، من بخوام مثل تو پاسمون بشم. ای بابا پسر جون، منم دلم میخواست رئیس شهربانی بشم شدم این. توکل به خدا میشی مادر، کی بهتر از تو میشی؟ اگه درجه دادن دست شما باشه مادر، که ما رو یه روزه تیمسارمون میکنی. این آشغالا چیه میری میخوای؟ اینم جای آقا جون، خدا بیامرزت. تمیز شد آتفه؟ آره برق میزنه، نگاه دست به درد نکنه. اسفندیار شما بیا اینو بگی اون تابلو رو بکوبش دمه در اون بالا یه جوری که هر کی رد میشه ببیندش. چشم یا امام رضای خریب بچه برم بچه، کجا داری میری؟ این چیه؟ تابلوه. تابلو؟ برای چی میبری بیرون؟ مامان گفته، به من دادن. گم شو، مامان گفته، مامان گفته. هر کاری مامانت رو بند بکنی؟ تابلوی خیاطیمه. جواز خیاطی شما تو مشهد اعتبار داره خانم، نه اینجا. کسی که نمیدونه؟ کسی ندونه، من که میدونم. تو رو خدا عباس، من رو مشتریای تهرانی کلی حساب کردم. هیچ میدونه اینجا بابت دو تا کوکو یه بخیه چقدر مزد میدم؟ شما که خوب میدونید خانم، من نه اهل کوکم نه اهل بخیه. این مرک مسکونیه. خیاطی میخواید بکنید؟ تابلو میخواید بکوبید؟ اول باید جواز داشته باشید. شیفم شد؟ دستا بالا. وای گندش در اومد. گفتم ایش این محل دوزم داره. شکر خدا قیافش تو یادمه. کی بود؟ نه سرساقه مرده منم، دوز نیست. کلید امرام نبود، اینه که از اونجا رفت تو. سلام عرض کردیم آقا داداش. سلام علیک، دمت گرد. داری میزنی تو گوش کنکور را. ای برم یه چیزایی میخونم. میگم جواد جون بخونه اینو، ما مجبور نشی از دیوار بپری تو، اقلا با کلید وارد چی. دکتر شدی خیرت به ما برسه وا، اسم ما رو بنویس نمره بده، از حالا مریضتی. خدا نکنه داداش، من که پزشکی امتحان نمیدم. چی؟ بک جمعش کن بابا، خودتو علاف نکن، فایده ای نداره. راستی مادر بیداره؟ آره داره نماز میخونه. خدا کنه ما رو هم دعا کنه، مادر دیگه. آمندس برو تو درس و مشقه. اوه باید برم بخوابم. برو یا علی. راستی شام خوردی؟ خیلی وقت زدم تو رای. برو تو کتاب، وقت نکش. سلام علیکم آقا جان، خدا بیامرزتت. بالاخره اومدیم تهران، جایی که یه مدت شما با سرفرازی توش خدمت کردین. این دزدا و اون دزدایی که شما دستگیر میکردین خیلی فرق کردن، زبلتر شدن.
مثل صابون یکیشون امروز از دستم لیس خود رفت. یکی مارمولکیه مادنم پسر جان، اما یادت نره که تو پسر استوار خراسانی هستی دگر. بله، همه قصدمم همینه که حساب آبروی شما رو دارم، اما چه کنم، وضعیت فرق کرده. انقدر این دزدا فیلم ها و سریال های پلیسی میبینن که همه کلک های پلیس ها رو یاد گرفتم. اما کور خوندن، پلیس یک پله بالاتر همیشه هوش و حواسش. در مورد این مارمولک هم که گفتم یک سرتقیه، ولی من میخم و کوبیدم. بله مدنه، ولی کج کوبیده؟ لحش صاف میکن دگر. ای وای آقا جون شرمندم، افتاد تو اساس کشی، اصلا شما رو پاک فراموش کردم. بمیرم برادم که کج بود این برطلا. خوب شد؟ یه جوان از صبح تا حالا همینجور کج مونده بودم، گردنم رد و رک شده بود دیدم. الان راحته؟ زنده؟ شما که خدا بیا مردتن مردن دیگه. خدا انشالله منم ببره پیش شما. شنیدم دزدهای حالا یک مقدار فرستر از سابق شدن، میگن میخوان برن دزدی، اول با تلفن یا با فاکس به صاحب مال خبر میدن، بعدن برن سرقت بکنن. نه آقا جون، این حرف هم نیست. راستی آقا جون، این خبرها از کجا به شما اونجا چجوری میرسه؟ ایشالله بعد از 120 سال که اومدی پیش من خودت دستگیرت میشه دیگه. نوکرتم آقا جون. کم بود که بیافتم گیر سرکار تو پل اینا. آهای رفت پت اینا، آهای رفت پت اینا، آهای رفت. سلام علیکم. چی آقا جون؟ تو خدا احمد واکان. ببخشید آقا جون، امشب اوضاع راستوریس نبود، نتونستم بیشتر از این رپتو کنم. تو خدا احمد واکان. حالا که طوری نشد آقا جون، من پیش شما هم نگاه. خیالی نیست آقا جون، خدا رحمتت کنه. جان تمام، یعنی چی؟ همه با هم حرف میزنین که من نمیتونم بفهمم چی شده. نه چی نه چی فهمیدی؟ بله. شما شماره یک، شما شماره دو، شما هم شماره سه. قربان، من اصلا این آقا رو مقصر میدونم. جان سروان، آپارتمانو کرده واحد تولیدی لباس بچه. آخه این که نمیشه، هی میان و هی میرن، یعنی تجارت. اولا اینو به ایشون بگو، دویما والا سر خونه مندر کرده عکاس خونه، روزی 100 نفر میان میرن، میان میرن. سیما از شما چی بردن؟ ساعت نازنینمو. آنتیک بوده، قدیمی بوده، قیمتی بوده، سبک بوده، سنگی بوده، اصلا چی بوده؟ نه راستش چرا سروان، از همین ساعتهای زنگدار معمولی بوده. شما سروان چه ساعتی بود؟ بها شما که به اندازه ساعت ملکه ویکتوریا این کلانتری رو ریختید به هم. قربان ببخشید، میخواستم خدمتتون بگم که من یه ردی ازش پیدا کردم. ها پس پیداش کردیم. نه پیداش که نکردیم، یعنی یه نظر دیدمش، الان هم تو کلمه، اما دستم در رفت. ولی من باید دستگیرش کنم.
باز اینا رفته فته اینا کجایی تو بسر؟ هیچ معلوم از چی کار میکنی؟ اقل بیا طلبت هم میگی حالا حالت خوب هست؟ ای زندانم شو بفهم بازم او دستت درد کنه خوب به واقع آمدی چطور مگه بسرم؟ اقل این عینک بی صاحبت بردار من چشمت هم ببینم پاک چرو چه در آوردی ها؟ چشماما میخوای چه کنی؟ صف کن نمیخوای نه دکن عجب رنگی داره پسر نه یه ساختمانی نوساز سه طبقه مشکی رنگ آجر سیسان سر خیابان عینکت مشکیه آجر سیسان که مشکی نمیشه استاد آها به خدا در هر صورت کولرشون سرویس میخواد در زیم یه نگاهیم به تلویزیونشون هم بینداز چهارتایی نشان میده از دیروز منتظرن پس این طلب مله رومون چی شد استاد حسینا یعنی رفت پته اینا برگشتی میدم بابا با گندش در آوردی ها آمدی ها اقلا این عینه که بیسارت رو بردار بذار چشمات رو ببینم جعب افزار یادت نره اینم جعب افزار معلوم میشه که من کیم ها؟ خب معلوم بشه خونو که در نوبرش با بردی ها برای اکواسه بیم بکنم از اصلا بارده اینجا الان معلوم بشه بزر بزر تکلیف روشن بکنم چی شده؟ سلام برشش اول تکلیف این آقا روشن بکن زود دشت از من بزن بگالا ساکت برای چی؟ چی کار کرده آقا؟ چی تو بگو زینه؟ هیچی سر روغن کپونی بود که این آقا شلوغش کرد کپون این کپون هم مشهر اعتبار داره نه تهران بابا مملکت قانون داره قربون دهنه سرکار من میخواستم بدونم اگه خانم والده مادر سرکار نبودن از داشتن تو اومد بزنن ناسزا بگه شما چه مشاقه صاحب کمالات و معرفه هم تو معرفه نه تو پسر منی یا پسر این سرکار آبروزی نکن اینجا کلامتریه محل کار منه سرکار ببر مامورین خونه بریم بیتو بیخونین همه رو پاشدیم اومدین بریم مادر خب آقا خیلی ببخشید معذرت میخوام شما شکایتی که نداری من شکایت ابدا شما یه مأمور بفرستین در مغازه آتی زبون هم لازم کوچکترین خلافی داشتم کلا بله درست بفرمایید من شرمندم بفرمایید سلامت سرکار شهرزاده اون پرونده کلاورده‌ای برده بیاد تو من میشم سروانم اسفندیار ببین که بودو سلام سلام عمو جون سرکار تشو داره هم بذاریم بپرسم آقا جون شما هستی؟ کیه؟ لا کسی سرباز نباشه سلامت میکنم سرکار خیلی مخلصیم هر چاکره سلام علیکم فرمایش؟ گوستن کشته بودیم سرکار گفتم تلوجیگرشو بیارم واسه شما برگ سردی صوفه درویش اگر قبول افتد نوک جا دست شما درد نکنه نکن بچه قابلی نداره سرکار تعارف نمی کنم والا نمیتونم قبول کنم عباس چیه مادر؟ باسه فبازم اتاق تیر اختباکیزه کردی؟ سلام سلام علیکم خواهر ایشالا که ما رو بخشیدین این تلوجیگرم برای رفع کدورته برگ سبزی آبجی دست شما درد نکنه بیا پهله بود اسفندیار بله سرکار نگیرش مادر گوشت نظریه رد نکن گناه داره بگیرش میگم بگیرش اسفندیار بله اون بگیرش زنده باشی مادر جور بر نمی اومدن دیگه خیلی خیلی خوش اومدی بده من پسر اون سخوا نسوزه بده من دستت در نکنم بیا
ببر بده تو. عاطفه بیا یه لقمه بزن دهنت بوش میاد بده. نه ممنون میل ندارم. انشالله نزدتون قبول بشه. زنده باشی. بهتون نمیاد دخترتون باشه. دخترمونم نه، خواهرمونه. خواهر ماست. لابد برای کنکور میخونن ها؟ بله. قیافشو نمیبینین کنکوری شده؟ انشالله خدا همه جوانها رو عاقبت به خیر کنه. ما هم یه فروند پشت کنکوری داریم. خارزادمه. بله. عباس آقا تو رو خدا این کولر را بنداز. مردیم از گرما. کجا گرمه؟ قلوه خوردین گرمتون شده. بله من که گرمم نیست. اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. خارزاده بنده کارش همینه. میفرستم بیاد خدمتتون. کارهای برقی، سیم کشی، برق، لوله کشی، فونداسیون، شناس، تلویزیون، ایتال سقف، هر چی که هست. میگم این خواهرزاده شما مثل خود شما نظری کار میکنه؟ لا 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 بیا داداش، تازه دمه تازه دمه. دست درد نکنه. پس این جعفر کجاست؟ چه میدونم والا، تو اتاقشه. بازم داره از این فیلم های آشغالی میبینه. ای بابا، این دست از این کاراش بر نمیداره؟ نمیده. آمده، دایی، شبا کجایی؟ همینجام شاخشه امشاد، همینجام بگی بشین ببینه. کار دارم دایی، باید برم جایی. کجا میخوای بری این وقت شب؟ بابا تابستونه، میریم شبگردی، بعدش هم الهی برگردی. کاری نداری مادر جون؟ داری می؟ بعد خدا پشت فرم. خدا حافظ. جعفر جون، جعفر جون صبر کن جعفر. این آدرس یکی از دوستامه. فردا یه سری بهشون میزنی. کولرشون سرویس میخواد. تلویزیونشون هم زرت زورت میکنه. دراز جون تازه اومدن تو این محل غریبن. پولم ازشون نگی. میگم چطوری چیزی پول دستی هم اگه لازم دارم بهشون بدم. تعارف نکنی ها. شاخش امشاد خودم فردا باید حساب میکنم دایی. بده من. زد زیاد. قربون تو. داداش حالا این یارو کی هست؟ پاسبانه. آدم خوبیه. حالا چی شده داری اینقدر بهش باج میدی؟ باج کدومه؟ رفیقمه، رفیق. تو که رفیق پاسبون نداشتی؟ خب دیگه، حالا داریم. جنسمون جور شد، رفع کمبود شد. Come on, 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 come on
منزل آقای خراسانی؟ بله اینجاست. برای سرویس کوله و غیره اومدم. یه بابا من تو بگو بیان تو. یا الله سلام از خودم. سلام آقا رزی، دایی منو فرستاده مثل یه قرار بوده. خیلی خوش اومدین، راضی به زحمت شما نبودیم. والا انجام وظیفه است، در خدمتی. اسفندیار راه پشتمون نشون آقا بده. اسم اسفندیاره؟ بله. نکنه روی این تنم هستی؟ نه بابا روی این تنم. ماشاءالله به بابات بیا. یا الله سلام از جون. بفرم رسوس رو کردیتی مادر رو خراب شده. بازم تو بودری کردی؟ نه خیلیتی؟ بله نه خبر میکنی. یه نگاه بهش میندازم. راضی به زحمت شما نیستیم. بسیاره نماز کنم انجام وظیفه. بفرمید این طرف آتیته. یا الله میخوان بیان چرخو ببینن. سلام. سلام علیکم. نخبار میکنه؟ بله بفرمید. چشم بفرمید. یعنی که چی؟ شما در من از لغت آقا دارش تو استفاده میکنین. چه تو استفاده؟ جواد خیاطی برام گرفته؟ تابلوه نمام زده دمه در؟ کلن نگم خدا رو شکر تالا برای ما کاری نکرد. قربون دهنت برم خانم جون، همینو بگو. چی بگم والا؟ اون چیه؟ خودم؟ خب، نخ پاره میکنه ها؟ بله، نخ پاره میکنه. حتما دیوانه شده. شرنگ نداریم؟ بله داریم اوستا. پس بپا بیا. آفرین به سر. اسفندیا، یه با این بازی کنی. سب کنم، من میام. دوستو من گاه نداری؟ نه نه نه، خواستم راش به نظام صدات میکنم. برو بازی کن تو پلی، برو میام. زینت، عاطفه، یکی که آب خنک برداریم بیاریم. سلام. سلام. بچه ها کجان؟ مادرم کو؟ همینجا ها. گشت زدن تو گرمای تهرون، فیل اپا میندازه. سلام مادر. سلام مادر. خسته نباشی. سلامت باشی. چای تازه دمی. بیارم برات. اگه
گرمم بود آب خوردم. چادر چاخچو کردین کجا میخواییم بریم؟ جایی نمیخواییم بریم، تعمیرکار تو خونه است. اون بالا تعمیرکار؟ تعمیرکار چی؟ آره آقا رضی فرستاده، اما سوپریه یکی فرستاده بالا داره کولر درست میکنه. نمیدونی چه جوونیه. بسام جا بسام بزن بسام. خسته نباشی اوستا. زنده نباشی سرکار. سلام از شد. سلام. برو پمپو بزن. سلام از کریم اوستا، خسته نباشی. شرمنده این مفهوم شد؟ البته که مفهوم شد. دشمنت شرمنده باشه سرکار. بربون دستت کوله رو روشن کن. آه آتفه روشنش کن. توپ به قبر پدره. هوای خنک میاد؟ بله اومد. هوای خنک چه خنکی. خب حالا خاموشش کن. خاموشش کن. حتی با خاموش کن. روشنش کن، حالا به در رو تو. مفهوم نبود چی؟ خاموشش کن. مفهوم شد؟ قربونت کولر روشن کن. حتی به روشنش کن. دست درد. این دیگه کجا بود؟ چه تحریکی جد خاکش بود؟ خیلی ممنون. خب، خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. من نسخم چیکار کرده که این خونه کورمون کرد؟ خدا مرگم بده. عباس، چی شده؟ خودش که ندیدم، اما پیدا، آدم های خوبی هم. باشو گفتی با هم حرف زدیم. آره، منطقه کولری. من که از حرفای تو سر در نمیارم. از حرفای من که سر در میاری خواهر؟ من بهت میگم آدم های خوب و شریف و نجیبی هست. خود سرکارم خیلی با صداقته. بقیه خانواده شون هم همین چه برکار که دخترشون رو دیدیم و پسندیدیم. چی بهشون بگم؟ بگم پسرم چی کاره؟ خب بگو مهندس مکانیک الکترونیک منتها مدرک نداره. توسه شما هم تلویزیون رو درب و داغون میکنه. چه روز؟ اصلا چرا دروغ بگه مادر جون؟ بگو یه پسر دارم با آب و برق و تلفن و گاز و کف میکشه؟ نه یه جوان دارم تحصیل کرده دیپلمه، سربازی رفته، معلم نهضت سواد آموزی، پشت کنکوری، قراره تو دانشگاه. ها؟ چه عیبی داره؟ اصلا چرا واسه جواد خودمون آسیم بالا نزنیم؟ میگم اصلا داری جون کسی به من زن میده. خدا وکیلی نه تمام شده رفت. اما وضع جواز فرق میکنه. فرق نمیکنه. خدا وکیلی اجازه تا داداش بزرگترم هست من همچین جسارتی نمیکنم. من اجازه میدم. دختره مال شما. خیرش رو ببینیم. اتفاقا دخترشون پای کنکوره مثل جواد خودم. از قدیم گفتن کبوتر با کبوتر باز بابا. آخه چجوری؟ به چه بهانه‌ای برم در خونش؟ اونش با من یادت میدم مادر جون اینا. عاطفه اسفندیار کجایی شماها؟ اومدم بله. سلام خانم. سلام. منظور سرکار خراسانی. بله. ببخشید شما خانومشون هستین؟ بله بفرمایید. دیروز پسرم آمده بود خدمتتون برای سرویس کولرا. بله. چقدر زحمتشون دادیم. بفرمایید خواهش می‌کنم بفرمایید. ممنون مزاحم نمی‌شم. خواهش می‌کنم چه زحمتی. پارچه آوردم برای خیاطی. پارچه؟ بله. بله خواهش می‌کنم. بفرمایید تو.
بفرمایی. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. به به، چه خونه خوبی، چه با صفا. تازه تشریف آوردی؟ بله، از مشهد. خب مبارکتون باشه، انشالله به سلامتی. خریدین یا اجاره کردی؟ اجاره کردیم. بفرمایی، خواهش میکنم. سلامتی، خیلی ممنون. هنوز تابلوی خیاطی نزدم، یعنی شل همین روزا دیگه. احتیاجی نیست بابا، خود مردم محل به همه میگن. یکیش خود من، اینقدر مشتری سرت بریزم که وقت سرخاروندن نداشته باشی. به نمکی نمیدونی والا، چرخ و فلکی نمیدونی والا. همشو دست در نکنه. اوسا فصل پنبه‌کاری گذاشته با ها. این کن بود ماشاءالله جبران میکنه. سرمونی دامادی؟ اینشالله اینشالله اینشالله. چیکار کردی اوستا؟ تو خیلی کلکی نمیدونی والا، تو خیلی دست در نکنی. خواهش میکنم. سوختم، آتش گرفتم. باشه دفع جون، باشه دفع جون، قربان بری نداری، قربان برم، این طرف ها بیا، قربان. دخترتونه؟ بله، کنیز شماست. بخشید من نبران کرده با مربا، چقدر حال میده بال شما سکا. یا ایتون کردی احالی پاسناری من دو اصلا دارم پایین بعد برم ماشین رو پارک کنم. براش یعنی اومدم دادا الان یاد تو خواهد بودم دیگه بگی جمعون دایی دایی بسات چایی بیا جلو بیا جلو دست درست هایی لدی داداش بگم نمیدونم دلم چرا اینقدر داره شور میزنه. دل اونا باید شور بزنه، اونا خانواده عروسن، ما روسن هنم. هنوز که چیزی نشده. داداش یواش یواش. من که کتاب آوردم بشنم یه گوشه اینجا درکام بکنم. داداش ما رو یه روز علم و دانش بی خیال. شما مجب قرارایی میذارینا. و به دوتا خانواده علاف جنابالی هنها را بیافتین. یالا یالا را بیافتین دوتا اینا رو بگی من برم ماشین رو پاک کنم. بیا بیا دوتا چیش کجاست؟ ببین کجا آوردم ادید؟ این ترقبه مشهد میمونم. نمیدی آب هوای حال میکنی؟ خیلی خوبه مادر، خیلی ممنون. راستی ابا، یخ نداشت، بابا یه خود یخ. یخ من از کجا پیدا کنم حالا؟ ببین اینجا داره، اگه نداشت برو این دور و برای بگر پیدا کن دیگه. خیلی خوب، شما اساسا رو چجوری میبری؟ آقا میاری شما هم بگیر. رو شما داره میگم میاره، بریم آقا یه تقبل خانواده ما بشینم. بریم من میرم یک کجا پیدا کنم. اسفادیار! اسفادیار! میدم داداش بیا بری. چی؟ چه تفاوتی؟ خانواده جعفر آقا اینا؟ جعفر آقا کیه؟
سلامت کردم. عجب خوشت بادی با بدید به من. سلام خیلی خوش آمدید. حالتون خوبه؟ ما قبلا براتون جا گرفتیم. سایب جای خیلی خوبیه. بفرمایید صفا آوردید. یه تقلب رو خونه سر کردم. خیلی جای خوبیه. آقا انکی جا. جای خوب با صفا لب آب. بهتر نزد. سلام سرم کامده خواه تو خوزامه قدیشی میگه من سرکار کجا تشیب چرا؟ سرکار کجا؟ الان میان رفتم نه بفرم این صفا بایدی کجا آمدی؟ همه ها بهترین صفته بفرم آدم اگه چند تا نوشابه مشهدی برای ما برده بیا لب رودخونه ایم ای مارمولک اینجا کجا چجوری اومد اینجا همین الان باید بگیرم تعبیرت بدم به پاسگاه اینجا اینجا کلانتری نداره چه خوش وای چه دینم؟ اول بکنم تو رو تحقیب بکنی؟ وای کنم! ای! دست منو! ای! وای کنم! در آمده میشه این جواد کجاست؟ نگرانم که نگران اونی یا ماشین؟ ببینم طرف چطوره؟ والا چی بگم؟ باید باش حرف بزنم یه آن فرصت دارین شما با هم حرف بزنین تو تصمیم تو بگیر بقیهش با ما بیش شکره بلا بایستا بگه بتونی نگر بایستا بایستا بایشا مار بولک بیست دکتا بلا بایشا بی پدر مادر بایشا بایشا منو نکشتم برای خودت منو بلا بزن بچه تفریق کنم وایشا پیکی که من خراب کردیم ای ناکس مارمولک این دفعه ما دستم در رفتی نگاه کن هم یخمون رو آب کرد هم خودم رو این سرکار خراسانی هم که باش بارد غال بذار اونه هاش اومد تا کرم من یک چون من میدونستم شما میاد قبلا اینجا را آب جاری کردیم شما کجا اومدین اینجا جمعتون هم که جمعه من که به این بزرگ که رفت این یک بیخ آوردین میگم خوب ما را گذاشتین سر کارا برسادی ما را کونوردی به جای یک خریدن میبینی تو رو برم سلام علیکم جواد فرزاده بنده است کوچیک شما چکرین بله مثل که قبلا خدمت ایشون رسیدی ببخشید کجا؟ آقا رو کله پشت بون یادم رفته بزن رو تون بزن رو کن کورمون کردی آخره اون جعفرمون بود آقا جواد معلمه به سلامتی امسال هم میذاره تو گوش دانشگاه و بیهوشش میکنه بیهوشش میکنه؟ مادر یه مشاهد به صورتت بزن خنک بشی چشم مادر تا برگردی که حالت هم آماده است دست شما درد نکرم تمام دو بازم تو مار مولک السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علینا و علی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
قبول باشه مادر. قبول حق باشه. خانواده پاچناری پیغون فرستادن که اگر اجازه بدی بیان خواستگاری. پس بگو بی خود نیست باهاشون رفت آمد پیدا کرده؟ برای پسر کوچیکشونه، یادته که خارزاده آقا رضی. بله، همون سوپریه آورده بودش کلامتره، میگفتی دست من بهش بزن. بیچاره آقا رضی، اول جوانی زنش مرد، خواهرشم خیلی زود بیوه شد. آقا رضی فداکاری میکنه و زن نمیگیره، بچه های خواهرشو بزرگ میکنه. حالا چی بهشون بگم مادر؟ مادر من این روزا بد جوری گرفتارم، اعصابم و این دوزه به هم ریخته، اما بالاخره من میگیرمش. آخه مادر، همش که نمیشه دنبال کارهای خودت باشی. اینا مردمون خوبی هم. حالا بگو چی بهشون جواب بدم؟ چی بگم؟ شما خودت بزرگتری، صاحب اختیار همه مایی. میخوان بیان بیان، ولی شما بهشون قولی ندی. جفتوری شور گه بیان شرا یه 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 هنه هایا هیا هوب هلا بودو نو نو ها ای پسر بخون جعفر با منی آقا جون. خاموش کن اون خرابه رو. چشم قربونت بره. بی وجود دست پا چلفتی، از پس یه جورابه زنونه بر نمیاد. ای دوست و مامور پامور بیزن سره چیکار میکنی ها؟ واسه کلم کوچیکه، اینه که گیر کرده. بفرما با این همه عدا و اطفارت امروز نزدیک بود گیر بیفتی. هیچ به آبرو من تو گور فکر کردی؟ بی وجود. آخه آقا جون، امروز که ماشین رو پارک کردم یهو جلوم سبز شد. از اون آژانس سمجات ول کن نیست. این حرفا کدومه؟ منم جوون که بودم یه آژانس سمج بند کرده بود به من، بازنشستم شده بود ول نمیکرد. اما آقا جونت کار درست بود، اینقدرم پایین جعبه نشین. آخه میدونی آقا جون، شما مردین خبر ندارین، پلیسا خیلی زبل شدن، دارن بساط هرچی دزده بر میچینن. اما خیالی نیست، تره به تخمش میده جعفری به شما. خیالم راحت شد. یاد باشه پسر عیس قرقی هستی، آبرمون تو گور نبر یا دیره بگی بکم. چشم آقا جون. خب معلومه، درستشم همین ندگه، میباسم اینجور باشه. او لاغارت تر از سویه دگه، تو چاختری نمیتونه بودوی دنبالش دگه. یک مقدار رژیم بگی چه ایتلیه با هم زده، از من تقلید میکنه؟ یک مقدار لاغر بشو. ای چلو خورشتایی که ننت درست میکنه همه را نخور دگه، رژیم بگیر. ورزش کن. صبح تلویزیون یک برنامه داره، او رو نگاه کن، این همونا بکن دگه، تو بارکا بدو. حسن نباشی بالمون. سلامت باشی جوان. بفهم باسم شما سر کار. حالا غیرت هم مرد باش، بذار باید یه خورده صحبت کنم. جلو نه همونجا بگو، نوکرت هم پکر میشن. دوری و دوستی ها. میگم که چطور خودت با پا خودت بیای کلامتری خودتو معرفی کنی. به به دیگه چی، قربونه دارم همونجا هست. ما برای خودت میگم، جرم سبکتر میشه ها، حتما زن و بچه هم نداری ها؟ والا حیفه، تو جوونی، فردا میخوای خانواده تشکیل بدی. با دزدی که نمیشه زن و بچه نون داد ها؟
خودم هم میبرم کانون کار معرفیت میکنم. هیچی بهتر از یه کار کردم. حالا کار خواستی کرد. آقا سب بریم. آقا من پولیس هم. نست بریم من دور دیستم آقا. من پولیس هم. آقا سب. من راستی میشه بخوای در مورد خودم آدم واقع‌بینی هستم. چه؟ میدونم رشته برق و ساختمان و الکترونیک قبول نمیشم. از طرفی هم شغل معلمی رو خیلی دوست دارم. من هم همینطور. به خاطر همین رشته تربیت معلم انتخاب کردم. شما چطور؟ من فقط پرستاری و مامایی. اتفاقا رشته خوبیه، مخصوصا برای خانوما. خوبیش به اینه که آقایون نمیتونن شرکت کنن، امکان قبولیش بیشتره. آخه این سرکار باز ما رو باید گذاشت، اون مدنی نیست. بالا صبح زود رفت، گفت یکی دو ساعت دیگه بر میگردم. بکر الان که نزدیک عصر باش خانوم. بالا چی بگم، حتما رفته کلانتری اونجا گرفتار شده، میاد. به هر حال این دوتا خواهرزاده رو من بهتر از بچه های خودم مواظب بودم و تربیتشون کردم. علل خصوص رو جواد حساب جداگونه ای باز کردم. میدونم که در آینده توی مهندس تو خیلی بزرگ و موفقی میشه. خلاصه ظاهر و باطن همینه دیگه چاچره. عاطفم تنها دختر منه، میدونید امسال میخواد پزشکی بخونه. به به، یعنی میشه آقای مهندس و خانم دکتر. چه زن شوهر خوبی، ماشاءالله. میگم تا چند تا بچه واسه شون دست و پا نکردن رفع زحمت کنیم. چی شده بزرگ؟ بابا خواستگاران من منتظر شما. بپر برو در گوش مادر بزرگی بگو بیاد بیرون آقا جون خرید داره. بودو فقط در گوش خودش مهمونه نفهمم. اصل کار سرکار خراسونیه، ایشون باید اجازه بده. عجیبه هاش خانم، این عکس به نظرم خیلی آشنا میاد. خدا بیامرز بابای عباسه. خدا بیامرزش. خدا حافظ. وای خدا مرگم بده، چی شده مادر؟ هیچ هیچ. سر تو میگم. چیزی نیست. چیزی نیست، اتفاق افتاده، تصادفی کردی، چی نه شده؟ نه بابا، یه موتوری نفهمید بمزن. حالا خیلی درد میکنه؟ نه 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 مادر، نه مادر، چیزی نیست. این خواستگارا اینجا؟ آره مادر، خیلی وقت اومدن منتظرم. نمیخوای بهشون جواب بدی؟ من که حرفی ندارم، گفتم باشه دیگه. مادر جان دیگه تو که پا بریم، پلشون بده، خوب نیستش. مادر جون با این وضعیت که من نمیتونم برم پلوشو. بهشون بگو فردا شب بعد از شما ما میام خدمتتون. باش خدایی که مادرت بده. معلوم شد پدر داماد هم دست داشته. همه رو دستگیر کردیم و تعبیری کردم تریم. عجب چیز کردیم. قربون شخصتون. بفرماییم بفرماییم. خونه خودتونه، تعارف نکنیم. سرکار بفرماییم درمیتونه شیرین. دست شما درم. برای شما درم. نه نه من نمیخورم. خب به میمنت و مبارکی فقط میمونه یه حرف حساب. اونم با انصافی که در سرکار سراغ داریم و محبتی که آج خانوم به ما دارن دیگه مسئله ای نیست. مبارکه انشالله، مبارکه. مبارکه. بله درست میگی. با اجازه آج خانوم. والا صحبت مهریه و شیرواه و اینجور حرفا باشه برای بعد. اینو خانوما خودشون میدونن چجوری با هم کنار بیان. ما نه شما هم که نمیخواییم معامله بکنیم. اصل اینه که جعفر آقا چیکتون جواد آقا؟ بله ببخشید جواد آقا، اینطور که شنیدم بچه درس خون و نجیبی هم هست. محبت داری؟ ماشاءالله جوانای حالا همشون با سواد و با کفایت هم. تو این اوضاع خودشون بهتر میتونن چجوری تشکیل زندگی بدن.
انشالله که به پای هم پیر بشم. انشالله. این که مال خودمون جعفر. مگه من مردم؟ کلیدی مغازه رو بده؟ فداد بشم جایی یه دکمه میری اونجا منم قول میدم تو عروسی سند تموم بذارم جاره خواهی زود اومدی ها منم هوایی را دارم بیا تا لباسم عوض کنم شلاقی اونجا فداد بشم جایی من تو رو نداشتم چیکار میکردم سلام به سرکار برسون چش داری رو کرم اومدی ها جایی اومدی ها باز خانم ببخشین این عکس خیلی به نظر من آشناست عکس خدا بیامرز بابای جواده مادر بفرما بریم دیگه زحمت کم کنیم بلند شو زینت یکی یکی یاری داشتم دو دوستش می داشتم سه سپاس گذارم شیشه شکسته آهای شیشه شکسته چیگو نکنی رجاتون رجا چه خبره چی شده سرکار همه باز داشتن سرکار اینجا بینا اینجا بینا جانه همه باز داشتن سواله صاحب موازه کیه؟ آقا رضیه کجاست؟ خونه؟ سرکار را بیفت بریم همه باز داشت آخه جناب تقصیر من کیه؟ یه بر بلا ای بابا یه بر بلا بر بلا میترسم آخر سر خودشو بکشتم بده اما من باز زنده دستگیرش کنم میگیرم ات بلخیر سمان دیار یک خورده آب برم انور دویار خوبه نسبتا کامل نوشتی چیزی هست که یادت رفته باشه همش همینه قربان جناب سربان به پیر به پیغمبر اون بچه روش هم از این قضیه خبر نداره بیا زیر این اعترافات تو امضا کن رو چشم جعفر رو آزاد میکنم ولی خودت میمونی که با پرونده بری دادسرا سرتا باقری بله قربان آقا باز داشته براش پاپوش درست کردم دیدن کار بارش خوبه بهش کلک زدم اونم چه کسی جایی رزی کلک بخوره اون ختم روزگاره بورباقه رو رنگ میکنه جایی زازلک میندازه دست مردم اصلا خوشی به ما نیومده کور بشه چشم آسو مثلا میخواستیم پسرمونو داماد کنیم وای خدا مرگم بده اگه سرکار خراسونی بفهمه پاک آبرومون میره چرا گریه میکنی؟ اتفاقا بهتره خودت بهش خبر بدی گریه کار دایی دست سرکاره پای اونو وسط نکش چی شد؟ هیچی دایی رضی خلاف کرده مجازاتش هم میبینه شوخی میکنی جواد نه خیر خیلی هم جدی میگم آخه شاد اومد ما که نگفتیم قانون این ور اونور کنه پدرزن آیندته تو کلانتری کار میکنه بالاخره سفارشی ضمانتی رفت پت اینایی خودم میرم همه چی رو به سرکار میگم میگم پارتی بازی هم نکنه خود دانی فقط میخوام حساب ما رو از دایی جدا کنه همین لیلا لا لیلا لیلا هنوز چی نشده شد فامیل اونه اینا آهای رفت پس اینا
گرم فروشی، تخلف در امور صنفی. سرکار حسینی، متهم بگو بیاد تو. سلام علیکم. بفرمایید بنشینید. شما چطوری سرکار؟ عروس ما چطوره؟ خانوم، خانوم والده؟ خوب حواست رو جمع کن ببین چی بهت میگم. فعلا به قید ضمانت میتونی آزاد باشی، اما بعد یه سند چیزی گرو بذاری. سند مغازه خودت هم قبول نیست، سند مغازه کسی دیگر باید بذاری. ما پرونده رو میفرستیم دادسرا، وقت دادگاه هم خودم خبرت میکنم. مفهوم شد؟ سرکار حسینی در اختیار شماست. از آشنایی هست که نماز سوء استفاده کردی. اینا بعدی دمانی سلام دایی. کجایی داداش؟ اومدی ما نکن عمر شدی. بریدونم دایی. دایی دایی بابا کجایی؟ سامانه نوکرت هم بابا کجایی؟ این سرکار خورستانی هم عقل از سرش پریده. این مرکر انگار نه انگار تو این خونه نمک خورده. چون نون و نمک ما رو خورده چشماشو هم بذاره شما هر کاری دوست داشتی بکنی؟ نفهمیدم چی شو؟ هیچی بابا چیزی نیست. دخالت نکن داداش، چایی که بخواد گلیت تازه کن بیا داداش. هیچی بابا خیر گذاشت، آبروم تو سنف رفت، مغازم رو بستم، یه آن با عزت و آبرو زندگی کردی. به چی میخندی؟ هیچی، از کار با عزت گفتی خندم گرفت. بخند بخند، وقتی شما دوتا یه الف بچه بودید بزرگتون کردن تا حالا. چه رفتی داره؟ منو میچزونه؟ بهش حالی میکنم، بهش میگم. داداش، این که واسه پدر کشتگی نداره. ولی ما داری. داداش حالا دیگه من دارم، گوش کنم شیره. اون که یه گروبانه، اگه بالاتر از اونشم بود خواهرش به درد ما نمیخورد. عروسی بی عروسی، اینجا منم که تصمیم میگیرم. عاطفه موافقه، برادرش هم رضایت داره. پس دیگه رو من حساب نکنی. داداش، داداش کجا داری؟ ای داداش، من تو هیچ مجلس پامو نمیذارم. دایی چایی دوام. دایی رفت پته اینا، اما من قلبم رو بشنه اینا. پسر تو نمیتونستی جلو زبونه تو بگیری؟ نمیخورم. آخرش آخه اینجوری که نمیشه، همش تقصیر شماست. کاش همون روز که اومده بود یه لگه زده بودم زیر سینه دل و جگرش. همه تو کلامتری برگشتن به من میگن کار فامیلتون چی شد. مردی که به خیالش به من داره باج میده، جلو افسر نگهبان میخواستم آبشم برم تو زمین، برگشته به من میگه حالا عروسمون چطوره. حالا خوبه که دایی داماده. اگه داداشش یه برادرش خلافکار بود چی؟ زبونتو گاز بگی، خدا اون روز نگره. عروس تو خواهر مثل دست گلمو بفرستم بره خونه کسی که نونش حرومه. آقا داداش جواب پسر پاک و شریفیه، شما خودتون رو گفتین. میشه شما به این کارا دخالت نکنین، کنکورتون رو بخونین. ما رو باش به فکر کی هست؟ آخه تکلیف ما چیه؟ ملوک خانم پیغون فرستاده برای خرید انگشتر. بالاخره ما بله گفتیم، نمیتونیم بزنیم زیرش. مادر شما به کار خودتون برسین، بذارین منم کار خودم رو بکنم.
خیلی خوب آقا رزی، این دفعه به خیر گذشت. چون سابقه نداشتی فقط جریمه نقدی شدی. اما یادت باشه دفعه دیگه هم جریمه است هم زندون ها. سرکا شما اگه راضی باشی مخلصت، حالا شما جاره بره زندون. والا ما که راضی نیستیم مردم گرفتار بشن. بعدم شما مگه دایی داماد نیستی؟ الان باز دنبال سروسات عروسی باشی که؟ رو چشم سرکار چکرم. سلام علیکم. سلام سرکار. خسته نباشید. خوبه. بفرمایید. دوستمت یه حالی به این سرکله ما بده، یه امر خیلی در پیشه. منظور جدید چطوره سرکار؟ والا منظورمون بد نیم، محله خورده ناجوره. البته مردماش خوبن. بله. یه دوز مارمولکی داره که نتونستیم دستگیرش کنیم. با آقا برس کار آقا رو تموم کن. تموم شده کارش. دست قربونه دست یک دست صابون اساسی به ما بزن. عروسی داریم امشب. اتفاقا ما هم عروسی داریم. مبارکش انشالله به سلامتی. تو چرخ و فلکی نمیدونی والا اوسا. آب برید قربون دسته. چاش دست قربون. ماشاءالله شما هنرمندی هم چه صدای خوبی هم داره. چی شدم؟ به به لاوت تو عروسی میگن باید بخونی تو ها؟ قربونه جناب. آقا آقا نه نه میرم زیر دو چرخ و فلکی نمیدونی باز ماشاءالله چه خبره؟ آقا بریزا نه قربونه میرم زیر دوش. حسین، یه خوش بود آقا، خوش! زود باش بابا، آب رفتی! چه خیره؟ عروسیه. بفرم، شما چشات کفیه بفرم. آب برخشت، بفرم. دست شما درد بفرم. قربون برکته. قربون چش کفیه. خوش! ماشاءالله. آقا قربون دسته، یک خوش برم آقا دریم. واو، کجا؟ آقا ساعت باشه. قربونه دارا. عافیتتون باشه. شکر دارم. مبارک باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الذكر والانثى وجعل بينهم المودة والرحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. خانم عاطفه خراسانی، آیا بنده را وکیل می نمایید شما را به عقد آقای جواد پاچناری با مهریه 14 سکه بهار آزادی به نیت 14 معصوم و یک جلد کلام الله مجید در بیاورم؟ عروس رفته گل بچینه. بالا رسول. بالا بفهم همینجا. اسلام دیو چطوری؟ خانم شما هستیم. عروس خانم برای بار دوم از شما سوال می کنم، آیا بنده را وکیل می نمایید شما را به عقد دائم آقای جواد پاچناری با مهریه 14 سکه بهار آزادی به نیت 14 معصوم در بیاورم؟ عروس رفته گلاب بیاره. نوشیزه محترم. با مهریه مذکور در بیاورم؟ با اجازه بزرگترا. بله. انشالله به پایم پیچ. انشالله به سلامتی آقا جمال. موسیقی
خوش آمد. خوش آمد. خوش آمد. خوش آمد. خوش آمد. اچای بازداشتگاه رو میآورن دیگه. کنی چه کار میکنی؟ آره چه؟ سلام علیکم. خوش آمدی. خوش آمدی. بفرما برزی جناب سرمان بخواستم معرفی کنم دایی داماد و همه کاره داماد آقا رزی جناب سرمان که رئیس ما هستم دستت که دم نکشیده آره تازه دمشو بز میدم ناراحت نشو دستت درست داماد بود کادو بایت بود این دوست دامده مادر کجایی؟ کادوارو چیکار کردی؟ برو برو تو نکنه باز اینجا هم دنبال دزدی پیداش کردم برو تو برو تو مبارک ای مادر خواستم یک کمکی بکنین دوستان بیان مراقب دم در باشن چرا سرکم؟ میخواستم کسی خارج نشه آخه دوست ندارم کسی شام نخورده بره سرکم آخری بله قربان شما با توفیقی و صمدی برید دم در چشم ما مطمئنی توی هر روزی همه زنن؟ اگه قرار آقایون هم باشن کجا آقا؟ چیزه؟ پایین گرمه گفتم برم بالا هوا خوری بفرمایی پایین نمیشه بفرمایی بابا؟ بفرمایی آقا خسته نباشی حاجه میری آقا نفذ عمل میکنه نمیشه آقا چرا؟ دستور داری کسی شام نخورده این در بیرون نره من رژیم دارم چه آقا؟ نمیشه به هر صورت نمیشه آقا بفرم بفرمایید سلام علیکم خوش آمدید بفرمایید سلام علیکم خوش آمدید بفرمایید خوش آمدید بفرمایید خوش آمدید 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 خوش چرا سرکار یه نفرم خواست بره اینجا ما جلوشی گرفتیم از اون طرف هم سلام علیکم سرکار بنام بفرمید بفرمید آدم با سلام علیکم جعفر آقا عباس آقای ما رو ندیدین؟ نه والا خیلی نمی خودشون ندیدین عجیبه معلوم نیست این بچه کجا غیبه دیده چه هست بگیم؟ ببخشید مبارک باشه سلام چند داره؟ ما که خودم اون کرد ای بابا خجالت بکش ببخشید دخترم اون مبارک آدم بار آدم بار بابا ای با سرکار شمایی ببخشیم سلام علیکم این جعفر ما رو خیلی ممنون ندیدی کجا رفته نه والا ما هم خیلی وقت داریم ما مخواد ببینیم همان از دست این جعفر اصلا اینش معلوم نیست کجا غیبش زده بفرمایید خیلی ممنون این دنبال رو میگیشه تو آسان چکار کنیم
میدونم که تو این اتاقی. میگیرمت. دیگه نمیذارم فرار کنی. خودت با زبون خوش بیا بیرون. وگرنه سلام. من تسلیمم. هر جا بگی میام سرکار. فقط عروسی رو به هم نریز. اسلحه تو بنداز یلا. اسلحه گرم ندارم سرکار. پس سردتو بنداز. چشم. نوکرت هم هست. همه رو بیدیم. هم روی باشیم. یلا را بیوخ بریم. چشم سرکار. نوکرت هم. هر جا بخواییم. خدیش هم. من اهل شرط مرد نیستم. کسی که مال مردم رو ببره و به صغیر و کبیر رحم نکنه باید مجازات بشه. تو تمام منطقه منو به هم ریختی مارمولک. جونم رو به لبم رسوندی. مردم محل از دست تو زله شدن. کاش دوز درست حسابیم بودی. تو یه دل دوزی. تو این نکن سرکار. من به این کار عادت کردم. دست خودم نیست. من مریضم. اینا دیگه همش بهانه است. اگه توی دوز کهنه کاری مایم یه پاسبان کهنه کارم. سرکار آخه بیا خرابی ها چشم دست بالا چشم یا این نفر رو ندید بگی سرکار مگه میشه خلاف رو ندید گرفت چرا نمیشه بابا عروسی یلا را بیا پس نزن عروسیه به تو چه که عروسیه ایبا خاک بی سر در به در عقب شما میگردیم اینجایی عروسیه دیگه باید حال کرد بله دیگه برادر دوماد و برادر عروس باید با هم خلوت کنن برادر داماد؟ یعنی آبچی شما شده زنده ها شما مبارکه مگه شما دوتا همدیگر داله ندیده بودی؟ نه بازه مادر جون مادر شما چرا مهمون ها دلور کردین اومدین اینجا؟ بریم بزنیم ما دوتا کناله با هم حرف بزنیم دیگه باشی شاید شما با هم حرفای خصوصی داشته باشه به راست میگیم دوان که سرکار جون کجا تقومه؟ تازه اولشه من این عروسی رو به هم میزنم و تو رو هم تحویل میدم به هم میزنی؟ آخه چرا؟ آخر عمری بیام با خانواده دوز وصلت کنم؟ تو کلام تریبیم چی میگن؟ آخه سرکار جون داشته من که دوز نیست خیلی خوب حساب تو با داداشت سبا قربونت برم منم همینو میگم سرکار جون نظر آبرو این دوتی جوان جلو فامیل بره اما من بالاخره باید وظیفه‌ام انجام بدم مفهوم شد؟ باشه منتبس عروسی تموم شه چند ساعت بعد هر جو بخوای نوکرتم باید میام باشه کرتم اما به شرطی که فرار نکنم قول میدم سرکار جون دستتم از دست من جدا نکنی اونم به چشم نوکرتم خیلی خوب سرکار جون میگم حالا که فامیل شدیم به رسم قوم و خویشی میخوام ماچتون کنم مایا ماچ کنی؟ با رسم دیگه نوکرتم سرکار جون قربونت برم مبارک ایش خواهد بفرمه شما نوبت شماست به رسم قوم خیشی نوبت چی؟ بابا جون رسمه سرکاشون بعد زشته بفرم نوکرتم قربونه دارم این تمه میره امان از دست تو مارمولک آماده؟ مهمانای عزیز به همه تون خوش آمد میگم امیدوارم که تا اینجا بهتون خوش گذشته باشه اگرم نگذشته دیگه به خوبی خودتون ببخشیم بارم من از طرف خودم به برادر داماد و همه تون خوش آمد میگم بخواستم بگم ما اینقدر همدیگر دوست داریم که دست همه گرفتیم جدا نشیم یعنی ما یه روحیم در دو بدن بس جم بیا مادر با عروس داماد میخواییم عکس بگیریم کار داره ها بیا بیا نست خاله راش برای همین کار اومدیم آقا کجا؟ پس بگیریم وایس هم اینجا بایش کن مگه دوز گرفتی مادر شما متوجه نیست ما یه روحیم در دو بدن بابا این بعدن بدون روح جایی نمیرم اینجا وایس هم به تو گفتم بلش کن بلاخره شما دوتا هم دیگر پیدا کنیم بله اگه گم نکنی سر کن تکون نکن آقا بیم بسا بیم خوش کنم نسید کرد بخند خنده حاضر بخندی کجا رفتی کجا
بالاخره گرفتم پدر من تو در آورد مرمولک.